با نام یاد خدا شروع میکنم. از درس جلسه قبل که در رابطه با رگرسیون داشتیم صحبت میکردیم و رگرسیون خطی، خب من چه جلسه قبل رو داشتم بیارم تو ادوانس پیارجی به این صورت صحبت کردیم که رسیدیم کجا؟ گفتیم که از نامپای امپی رو فراخوانی میکنیم، از سایپای استیتس رو فراخوانی میکنیم، بعد میگیم که شیر نکردم چند حواظ خواهد شده خب الان داریم تصویر منو. خب گفتیم یه ایکسی داریم یه ایگرگی داریم، بعد میخوایم چیکار بکنیم؟ کاری که میخوایم انجام بدیم، میخوایم ایگرگ رو بر اساس ایکس ببینیم که از چه الگویی داره استفاده داره میکنه. اگه یعنی من بیام بزنم مثلا 3 بیام در نظر بگیرم، خب و بیام بگم این ایکس رو بر مبنای ایگرگ یه دونه پولینومیال بر من بیاد در نظر بگیره، در اصل میاد چی رو به دست میاره؟ وقتی اینجا 3 در نظر میگیریم چی به دست میاره؟ اگه بخوام به دست بیاریم این میشه ایگرگ میشه آ 3 ایکس به توان 3 به علاوه آ 2 ایکس به توان 2 به علاوه آ 1 ایکس به توان 1 به علاوه آ 0. خب میاد چی رو تخمین میزنه؟ میاد چی رو تخمین میزنه؟ بگی چی رو میخواد به دست بیاره؟ میاد آ 3 آ 2 آ 1 و آ 0 هایی رو به دست میاره، میاد آ 0 تا آ 0 هایی رو به دست میاره که نسبت به این خطی که وجود داره چی باشه؟ چی باشه؟ کمترین فاصله رو داشته باشه، فاصله اقلیدوسه. فاصله اقلیدوسه به دست آوردنش کاری نداره، یعنی میاد یه دونه معادله رو به دست میاره که اگه از اینجا عمود اومد رأس کرد به این خطه، بینم عمود رأس کرد این فاصله ها رو جمع زد، یه فرمولی به دست آورد، اون فاصله کمترین عدد ممکن رو داشته باشه. اون فاصله چه باشه؟ یعنی معادله رو به دست میاره که فاصله کمترین عدد ممکن داشته باشه. خب الان ببینید مثلا حد زده میگه رفتار این ایگرگ بر مبنای ایکس یک رفتار درجه 3 هستش. خب رفتارش یک رفتار درجه 3. حالا من اگه بخوام اینو توضیح بدم، قبلش مایل لاین لاین اسپیس میاد چیکار میکنه؟ بین 1 تا 22 100 تا نقطه میاد به دست میاره، بعد میاد اسکتر میکنه ایکس رو با ایگرگ رو اسکتر، یعنی من پلات رو انجام ندم، خب فقط اسکتر بخوام انجام بدم کل نقاط ما چیه؟ کل نقاط ما اینه، نقاطی که الان وجود داره. حالا ما بخوام اسکتر رو بخوام انجام بدیم، مایل لاین که وجود داره بین 1 تا 22 100 تا نقطه، خب بخوام اینو پلات رو انجام بدم، میام مثلا میگم بین فرض کنیم منهای 100 تا مثلا 220 بیا 100 تا نقطه رو به دست بیار، بر مبنای اون نمودار رو رسم کن ببینیم چه شکلی میشه. یا کنید این همون فضای کل نقطه است که اون روز مانی هم پرسید، یعنی این همون نمودار ایگرگ مساوی آ ایکس به توان 3 فلاینا هستش که از این 3 نقطه داره به انسان داره میده، منطقه ما اینجا گفته بودیم که از 1 باشه، مثلا حالا میگم از 10 باشه تا مثلا 50 از 1 بود، ها میگم از مثلا منهای 5 باشه، نه با اون بزرگی نه با اون شوری نه با این
یعنی یه مقدار شاید بهتر شد. خب داره به این صورت داره تخمین داره میزنه. بعد معادله که داره به دست میاره برای ما، این همه بحث مای مدل هستش. حالا مثلا من مای توی مای مدل، خب مای مدل مثلا من یه عدد بهش بدم، مثلا بگم آقا فرض کنید به ازای مثلا 100 چی رو بهم میده؟ چی داده؟ 6843. خب یعنی این همون پردیکشنی که ما انجام میدیم، همون پردیکشنی که انجام میدیم. حالا سوالمون اینه من از کجا فهمیدم درجه 3؟ از کجا فهمیدم درجه 3؟ از کجا معلوم یه چیز دیگه باشه؟ چرا باید درجه 3 باید باشه؟ اوکی؟ پس سوال اینجاست، چرا درجه 3 استفاده میکنید؟ برای اینکه بتونیم چیکار بکنیم؟ بتونیم تخمین بزنیم. خب چیکار باید بکنیم؟ باید بتونیم خطاشو باید بتونیم به دست بیاریم. اگه بتونیم خطاشو به دست بیاریم، اون وقت میتونیم بگیم که مثلا این چی که حد زدیم چقدر درسته. یه باید بتونیم کورولیشنشو چیکار بکنیم؟ باید بتونیم کورولیشنشو باید حدس بزنیم. بعد ما بدیم کورولیشنه بتونیم به دست بیاریم، ببینیم که چجوری اون به چه صورتی میتونه فیت باشه. خب برای اینکه کورولیشنی بتونم محاسبه بکنم، به یک از اسکاله میگم ایمپورت اسکاله دات متریکس ایمپورت بکن آردو اسکوئر. خب بعد که آردو اسکوئر رو به دست آوردیم، بعدش میام میگم که بیا پرینت بکن آردو اسکوئر رو بزه چی؟ بزه ایگرگ. ایگرگ یعنی هدف ما سیه و چی؟ و مای مدل. و مای مدل ایکس. from scala matrix alias. خب اسکالر رو نداره، نصفش میکنم. pip insert اسکالر. رسیدیم به اینجا که گفتم چی رو میخوام حساب بکنم؟ میخوام آردو اسکور رو بیام حساب بکنم. بچه ها میبینید شما تصویری یا نه؟ این آردو اسکور رو برای چی داریم حساب میکنیم؟ او متریکس فکر کنم متریکس این الان این 88% معنیش چیه؟ میتونی بگی 88% معنیش چیه؟ پی آر دو اسکوئر کی میتونه توضیح بده؟ یعنی چه 88%؟ این چی که الان اینجا به ما داده میتونیم بگیم 88% معنیش چیه؟
ببین من مثلا میام چیکار میکنم، میام به جای 3 از چند استفاده میکنم؟ از 4 استفاده میکنم. الان شد چند درصد؟ 90%. یعنی چی؟ یعنی چی 90%؟ یعنی نموداری که برای من فیت کرده بهتر شده، درسته؟ نموداری که برام تونسته فیت بکنه بهتر شده. حالا فرض کنید داده های ما زیاد داده های نباشن که بتونیم اینا رو معنادار یه رابطه بینشون پیدا بکنیم. به جای اینکه ایکس گریگ رو این در نظر بگیریم، میام یه مجموعه دیگه از داده ها رو در نظر میگیرم. مثلا میگم ایکسم چی باشه؟ 82 34 34 38 20. مانی نمیاد امروز؟ 26 29 44 65 36 72 40. ایگرگ چی باشه؟ ایگرگ هم باشه مثلا 21 46 3 5. لناش نمیخونه من بیا لن ایگرک حالا یه دونه به ایکسم اضافه بکنم 20. خب نه، نموداری که داریم میکشیم نمودار چیزی نیستش. نمودار ببینید من ایکسم از چند تا چند داره تغییر میکنم. مینیموم ایکس 5، مکسش چنده؟ 95. بعد اون داده که من دارم اینجا دارم میگم، میگم از منهای 5 اینجا میگم از 0 شروع کن تا چند؟ تا 100. درسته؟ ماسک داشتی که الان دیگه کشیدم. خب منطقه الان آردو این چنده؟ آردو اسکوره چنده؟ این هرچی به یک نزدیک باشه، یعنی که مقداری که ببینی یا کن ما میگیم به ازای این ایکس این ایگرگ ها رو مشاهده کردیم، میگیم مشاهده ما از ایکس و ایگرگ این بوده. من میگم یه پولونومیال براش میکشم. پولونومیال فارسی میشه چند جمله از درجه 4. خب برای این که اینو مدل بکنم میام یه دونه لاین اسپیس میگیرم 0 تا 100. چرا 0 تا 100؟ چون ایکس هم اینجا تمام بین 0 تا 100 بوده. بعد اینجا میام اون اسکتر که میکنه، اسکتر اون نقاطی که میذاره اونجا. خب پلات هم میام مای مدل رو بذاریم مای لاینی که اینجا چیز کردیم به دست آوردیم، میاد رسم میکنم. خب
میاد رسم میکنه. منتها الان چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم اینه که مثلا اگه نقاط ما چون یه نقاط بی ربطه، یه نقاط چیه؟ یعنی اینجا ایگرگ اون به ایکسمون هیچ ربطی نداره. حالا مثلا تو روش های دیگه اینو از 2 ساعت مثلا ممکنه ببرم رو 3 ساعت. یعنی الان شما رو صفحه داره میبینی، خب حالا به این یه نوع عمق میدم، به این نقاط. وقتی عمق میدم میبینیم مثلا بعضی از اینا توی یه دونه فضا قرار میگیره، بعضیشون توی صفحه دیگه قرار میگیره، اون وقت معنی پیدا میکنه. ولی الان من نمیتونم خطی پیدا بکنم که اینو چیکار بکنه، از رو همه اینا رد بشه. خب با درجه چند؟ با درجه 4. اینجا ما حد اکثر داریم چند داریم در نظر میگیریم؟ 4 در نظر میگیریم. گفتیم اگه مثلا من 4 رو بیام تبدیل بکنم، مثلا اگه 19 تا نقطه داشته باشم، حد اکثر درجه که میتونم داشته باشم چنده؟ 18. چون گفتیم از 2 تا نقطه یه معادله درجه 1 میگذره، از 3 نقطه میتونیم معادله چی؟ درجه 2 بگذره، درسته؟ ببینی؟ منتها به 100% باز نرسید آردو اسکوئرش، ولی معادله که به همون داده معادله واقعا وحشتناکه. یه معادله داده از همه اینا داره میگذره، ولی معادله مثلا توی نقاط دیگه یک مقدار خیلی بدی رو داره به همون چکار میکنه، داره گزارش میکنه. آره، یه نکته که وجود داره، من برمیگردم، حالا این خیلی رندوم بود این فضا، برمیگردم به این فضایی که اینجا وجود داشتش. به این فضا مثلا من همون درجه 3 رو میذارم، میخوام ببینم آردو اسکوی که داره به این میده چنده. یادتونه آردو اسکوی که برای این فضای برای نقاط بودش، حتی اینجا دادامونو بزن این کار انجام بدم، بزن که اینجا بگم از 0 تا 100، اینجا میگم از مینه ایکس تا چند تا مکس ایکس مثلا به علاوه 5، اینم یه منهای 5 میذارم که یه ذره این ورم ورش باشه. اوکی الان بهتر شد. چند درصده؟ به قول شما 88%، یعنی بیاده بین 0 تا 1. خب حالا این آردو اسکوئر رو من میخوام ببینم از چه معادله من میخوام فیت بکنم. پلاتش هم میذارم کنار دیگه، رسم نمی کنم، یه رسم نمی کنم. میام اینجا میگم که for i in range and chat and chat از یک شروع بکن. به جای این میخوام قرار بدم، یه به جای این 3 چی میذارم؟ میارم میذارم len x، len x یعنی اگه مثلا 18 باشه، اگه x اون 12 تا نقطه باشه تا درجه 11 بشه. 2 نقطه، چون پلات نداریم، شو هم دیگه نداریم. این تاپکانه چی بود دادی به من نگاه کردم؟ یعنی ساعت 12 شما فیلم هم معمولا خودم رو خونم کسی فیلم نگاه نمی کنم. یعنی فوش بود که تام کروز می دادم دیگه، اوج خفت و خاری و آره دیگه. نمیاره ولی خب چی میگه؟ نه چی میگه؟ میگه تو فیلم میگه، میگه تنها کشور هستی به غیر از ما F14 داره، یه دولت خودسره که داره اورانیوم داره غنی سازی داره میکنه، موشکاش هم موشک هنوز هم نشده، موشکاش هم سامه. میاد اینجا مثلا نشونده یه سری گاگول میاد مثلا میزنه، بعد ایرانه نه میگه قنیسازی نکنه که اصلا بوم داره، بوم خفنتری نسبت به امریکا داره تو این زمینه. کره شمالی هم قنیسازی کرده، چین هم داره، فقط ایران هم فقط کوهستانیش کردن همین. چیه؟
6 درصد. آها نوشتی. خب ببینید میام چیکار میکنیم، میام آی رو چاپ میکنیم، به ازای آی های متفاوتون رو میام چاپ میکنم. اون زمینه وارد نشه. الان چیزی که داریم میگیم تحلیل داده است. الان اصلا درجه یک باشه چقدر آردوش؟ 5. باید درجه دو باشه 87، درجه سه باشه 88. بعد درجه چهار به بعد اگه نگاه کنی 90، 93، 95، 96، 96، 96. خب یعنی دیگه بهتر از این نشد، درسته؟ یعنی از یه جایی به بعد یعنی بالای 96 نمیره. سلام علیکم. خب از یه جایی به بعد بالای 96 نمیره. خوبی؟ بعد استاد دستون در نکنه، متوجه نشدم چی گفت. دستوری نداره که بدون نیاز به لوب؟ نه ببین این سروش من نمیدونم. خب ببین یکی از بزرگترین معضلات که تو ماشین لرنینگ وجود داره اینه که ما بدونیم از چی استفاده بکنیم. خب یعنی الان مثلا من یه رگرسیون دارم میزنم، یه رگرسیون پولینومیال دارم میزنم چند جمله، من نمیدونم برای تخمین این درجه 3 درسته، درجه 4 درسته، درجه 5 درسته. شاید نیا کنید از درجه 9 به بعد 10 و 11 و اینات عملا اینفورمیشن دیگه نداره. و نکته که دیگه وجود داره اینه که این آردوه درسته اینجا مثلا 96 و 95 درصد شده، درسته 95 درصد شده، ولی 95 درصد ممکنه فقط روی این داده های ترین داره درست کار میکنه. این 95 درصد رو چی داره درست کار میکنه؟ روی داده های ترین داره درست کار میکنه، روی داده های تست درست کار نمیکنه. الان من داده ها به دو دسته ترین و تست تقسیم نشده، من کل داده هم همینه. یعنی اومدم یه دونه آموزش شدم، یه دونه رگرسیون آوردم بر مبنای به دست آوردم، ترین و تستی وجود نداره. من دارم رو همون دارم تست میکنم، این آردو من روی مجموعه داده های واقعی درست کار نمیکنه. و ما نمیدونیم که عملا این 96 که داره به دست میاد واقعا جواب مناسبی هست یا نه، یه اوورفیت شده. اصطلاحی که اینجا به کامرا میان اوورفیت شدن، یعنی چی اوورفیت شده؟ یعنی چی اوورفیت؟ یعنی که مثلا روی اون فقط مجموعه داده داره درست کار میکنه، این مجموعه داده تغییر بدی احتمالی که جواب بد به دست بیاره چیه؟ خیلی زیاده. به این مفهوم میگن اصطلاحا چی؟ به این مفهوم میگن اوورفیت شدن.